5 کارمند شهرداری هرات به اتهام فساد اداری بازداشت شدند. شهردار هرات میگوید این افراد کارمندان بخش‌های عایداتی‌اند که تحت پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار گرفتند. در همین حال مقام‌های محلی هرات میگویند طی یک سال گذشته بیش از 200 تن از کارمندان ادارات دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت شدند که بیشترشان کارمندان ادارات شهرداری و گمرک هستند. به این گزارش توجه کنید. 5 تن از کارمندان بخش‌های عایداتی شهرداری هرات به اتهام جعل تعرفه‌های شهرداری که از موتورهای باربری عواید این اداره را جمع‌آوری می‌کردند، از دروازه‌های ورودی شهر هرات توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. شهردار هرات می‌گوید هنوز هم فساد اداری در این اداره وجود دارد و آنان در تلاش ریشه‌کن کردن این پدیده‌اند. 5 نفر از کارمندان شهرداری‌اند، 1 نفر هم از رایزنها یا به اصطلاح کمیشنکارهایی که برای شرکتها و بین شهرولی کار میکرد. اینا بستای بلند نیستن، بستای 56 شهرولی راتن، ولی مسئولیت مستقیم جمع‌آوری پول و عواید در شهرولی رات داشت. در همین حال مقام های محلی هرات میگویند طی یک سال گذشته بیش از 200 تن از کارمندان ادارات دولتی به اتهام فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. سخنگوی والی هرات میگوید بیشتر این افراد کارمندان ادارات گمرک و شهرداری اند. روندی که ما در سال گذشته در راستای مبارزه با فساد اداری آغاز کردیم تا اکنون به شدت ادامه داره. خوشبختانه در جریان سال گذشته بیشتر از 200 تن افرادی که متهم به فساد اداری بودند در ادارات مختلف زیر پیگرد قرار گرفتند که شامل رؤسا، مسئولین، مقامات، مدیران، آمران، کارمندان و حتی خانما می باشند که دوسی از این معاون ارگان عدلی قضایی شده. از سوی هم فعالان مدنی در این ولایت میگویند بیشتر کارمندان ادارات عایداتی بر اساس روابط و تبانی جذب این ادارات شدند و این مسئله سبب شده است تا فساد اداری به گونه گسترده در این ادارات وجود داشته باشد. اداره شهرولی یکی از ادارات عوایدزا، متاسفانه در بسیاری از ادارات عوایدزا همچون معضل وجود داره و مسلما نگرانی که امروز شهروندان از بابت شهرولی دارن اینه که در گذشته همیشه تبانی ها صورت گرفته و افراد بر اساس سلیقه های شخصی جابجا شدن و متاسفانه هیچگاه تعهد در قبال خواسته های مردم و اجرای درست وظیفه نداشتن. فساد اداری در شهرداری هرات همواره خبرساز بوده است. طی ماه‌های اخیر چندین تن از کارمندان این اداره به اتهام فساد اداری بازداشت گردیدند.